این موضوع اینترسکشنالیتی خیلی هم بحث داغیه توی این چند سال گذشته توی قسمت توی یوتیوب های انگلیسی زبان توی جنگ های فرهنگی بین چپ و راست. خیلی از راستی ها میگن که این موضوع اینترسکشنالیتی که شما فهمیدین یه راهیه برای کسایی که نمیدونم چیزی فارسیش بگم privilege point بگیرن، یعنی که مثلا یه نفر بگه که به جای اینکه برابری بخوان، البته من این حرف رو نمیزنم، این حرف اوناست، خب راستی ها اینو میگن، میگن که این مثلا اینو دارن بهونه میکنن که مثلا بگن که خب من سیاهم، زنم و گیم، خب و تو اگه زنی گی ولی سفیدی من بیشتر از تو امتیاز دارم، یعنی من بالا توی اینترسکشنالیتی بالاتر از تو هم، برای همین به من باید آره ولی به من اولویت باید بدین. یعنی اینا همه دارن میرن میگردن دنبال این که مثلا میگن که تو اگه مثلا مردی سفیدی گی نیستی و سیس هستی، تو اصلا مثلا باید از بعدی خیلی آدم باید بدونی که تو بدترین آدمی هستی که هر چی میگیری اصلا به خاطر کارت نبوده، همیشه باید بفهمی که همه جامعه همه کار رو به نفع تو انجام داده و تو هیچ وقت نباید فکر کنی که هر چیزی که به دست آوردی به خاطر کار سخت خودت بوده، همه چی رو جامعه بهت هدیه کرده و تو باید هر موقع که میتونی، هر کسی یه ذره بالای یه ذره اینترسکشنالیتی پوینت بیشتر از تو داره، باید برگردی عقب به اونا اجازه بدی که اونا بیان جلوی تو. اگه مثلا یه نفر اگه مثلا کار بهت بدن و تو مثلا تو اگه مثلا یک زن سفید پوستی و یک زن سیاه پوست مثلا، یا یک زن گی یا یک زن مسلمون یا یک زن سیاه پوست میاد، درسته که تو زن هستی ولی خب اونم زنه و اون تعداد امتیازش اصلا بیشتره، و اگه به تو کار بدن تو ببینی که مثلا اونم این کار میخواد، تو باید بگی نه به من این کار ندین، من میرم کنار که به این مثلا خانم این کار رو بدین. بعد این راستی ها میگه که این همش شما چپی ها میگن که مثلا شما علیه تبعیضین، ولی به جای این که مثلا کسایی که مثلا مارتین لوتر کینگ کاری که میخواستن بکنن این بوده که ما اصلا به نژاد و به جنسیت و به رنگ پوست و به این چیزا اهمیت ندیم که همه با هم برابر باشیم، ولی شما با این تمرکز روی اینترسکشنالیتی برعکس این کار رو دارین میکنین و همه حرفتون درباره اینه که کی زنه، کی مرده، کی چه نژادیه، رنگ پوست چیه، کی گیه، کی گی نیست، کی سیسه، کی ترنسه. ما میخواستیم، شما هدف اصلا این بود که ما به یه جامعه برسیم که این چیزا اصلا مهم نباشه و به همه به هم برابر باشن، ولی شما برعکس این کار دارین انجام میدید. هر کاری که هر جا هر کسی به هر کاری بخواد انجام بده باید بیان نگاه کنین که کی گیه کی گی نیست، کی زنه کی زن نیست، کی سفیده کی سیاهه. شما جوابتون به این حرف چیه؟ ببین اتفاقا دقیقا بعد از این صحبت میخواستم به هر مسئله تبعیض مثبت و تبعیضهای مثبتی که باید اتفاق بیفته و نباید اتفاق بیفته به نظر من برسم. ببین مثلا اولا که یه مسئله رو باید در نظر بگیریم، باز دوباره برمیگردم به هم صحبت اولیم، توی هر جامعه ای آدم های منفعت طلب و افراطی وجود دارن، در نتیجه ما نباید منفعت طلب و افراطی رو بکنیم معیار قضاوت. اما چرا تبعیض مثبت توی یه بخشی از جامعه باید اتفاق بیفته و چه تبعیض‌های مثبتی در واقع مضر هستن، این رو باید راجبش خیلی زیاد بحث کرد. طبیعتاً من شخصا صلاحیتش رو ندارم که بخوام خیلی عمیق وارد این مسئله بشم، قاعدتاً یه جامعه شناس باید این کار رو انجام بده، اما بر اساس حالا مطالعاتی که داشتم و بر اساس تجربه شخصی میگم برای تبعیض‌های مثبت باید یک بازه زمانی در نظر گرفته بشه، یک بازه و یک در واقع طرح در نظر گرفته بشه، نه اینکه این به بخشی از فرهنگ جدید تبدیل بشه. یعنی دقیقاً همونطوری که خودت گفتی، جامعه ایدئال اینه که جنسیت نبینه، رنگ نبینه و حالا سایر مسائل، مذهب نبینه، اورینتیشن نبینه
و انسانها رو بر اساس قابلیت هاشون قضاوت کنه. این جامعه ایدئاله، ولی ما الان تو اون جامعه ایدئال نیستیم و اگر بخوایم الان با شرایط موجود یک دفعه‌ای بخوایم کلیک کنیم بگیم خب از الان میریم روی جامعه ایدئال، اولا که پیش زمینه ذهنش توی ذهن افراد جامعه وجود نداره و جامعه برای اعمال این آماده نیست. حالا فرض کنیم که قوانین اونقدر سفت و سخت بشه که در لحظه این قابل اجرا بشه، ما باید برگردیم به عقب هم نگاه کنیم. اگر که تبعیض‌هایی که تا الان اعمال شده باعث شده که یک جامعه انسانی از نظر در واقع رشد قابلیت‌هاش به شدت عقب‌تر قرار بگیره، حالا باید برای یک دوره مشخصی برای اون جامعه انسانی یه تبعیض مثبت در نظر گرفته بشه تا اون بخش از جامعه فرصت شکوفایی داشته باشه، وگرنه این هرگز اتفاق نمیفته. یعنی مثلا بخوایم که ایران در نظر بگیریم، اگر که مثلا جامعه سیستان و بلوچستان که ماکسیموم، تاکید میکنم ماکسیموم رفوزگی توی اول دبستان، ماکسیموم ترک تحصیل تا پنجم دبستان رو تو کل کشور داشته تو آخرین آماری که اعلام شده، اگر ما بخوایم به این جامعه نگاه بکنیم و یه دفعه بگیم که خب حالا ما همه تبعیض‌ها رو برمی‌داریم، از الان همه بر اساس قابلیت‌هاشون میتونن وارد دانشگاه بشن و یا مثلا همه این چیزا، واقعیت اینه که ما اومدیم این بچه‌هایی رو که از اول فرصت رشد نداشتن توی مرحله لیسانس اساسا نتونستن وارد بشن، با یک جامعه دیگه‌ای که به سادگی رفتن دانشگاه و لیسانس گرفتن پیش فرض برابر قرار میدیم، اما ما در واقع پیشا پیش سرعتگیرهای رشد و جلوی اینا گذاشته بودیم. برای همینم الان مثلا مثال میزنم، اگر که توی مثلا بلوچستان قرار باشه ما به حاکمیت دموکرات رسیده باشیم و قرار باشه که این تبعیض ها رفع بشه، اول باید برای اونجا تبعیض های مثبت در نظر گرفته بشه، بیان امکانات آموزشی بیشتر رو در نظر بگیرن، ظرفیت های دانشگاهی بیشتر رو در نظر بگیرن، بعد که این نسل جدید آموزش دید و همه با هم دیگه برابر شدن از نظر پیش زمینه آموزشی، حالا بیان بگن که موقعیت های استخدامی برابره و ما دیگه از اینجا به بعد زبان نمیبینیم، رنگ نمیبینیم، مذهب نمیبینیم. اما قبل از اون وقتی بگیم، در واقع انکار عقب افتادگی قبلیه و ادامه اون، چون که ما میایم موقعیت های شغلی خوب رو میگیم برای مثلا فلان مقطع تحصیلی به بالا و اون جامعه ای که توی فقر بوده و نتونسته اون مقطع تحصیلی رو بره بهش برسه توی نسل بعدی هم تو فقر باقی میمونه، چون نمیتونه فلان شغل خوب رو دریافت بکنه و نسل های بعدیش هم تحت تاثیر تبعیضی که پدر بزرگشون یا مادر بزرگشون دیده همینطور تحت تبعیض باقی میمونن. یعنی ما باید این تبعیض مثبت رو یه جایی بگیریم، اما کجا نباید بگیریمش؟ جاهایی که ضعف رو تشدید میکنه، جاهایی که قربانی نمایی رو تشدید میکنه، این جور جاها ما نباید تبعیض مثبت رو انجام بدیم و نباید بگیریمش. اگر که ما بیایم چه میدونم یه سری چیزای کلاسیک، یه میدونم زنا مقدم ترن، یا در باز کنیم برای زنا، یا چیزای غیر کلاسیک تر، مثلا جامعه LGBTQ همواره آسیب پذیرتر از بقیه از نظر روانی، این رو ما بخوایم به عنوان یک واقعیت بپذیریم، این مضر میشه در آینده، چون ما تمایلمون اینه که نهایتاً به جامعه‌ای برسیم که جامعه LGBTQ آسیب پذیر نباشن، بلکه اونها هم کاملا مثل ما باشن، کاملا عادی باشن، ما هممون نرمالیم، دلیلی نداره که اونها آسیب پذیرتر از ما باشن که حالا ما بخوایم برای اونها تبعیض مثبت انجام بدیم. خب بید، من موضوع اینه که تبعیض مثبت ممکنه باعث شدیدتر شدن تبعیض منفی بشه، برای اینکه بالاخره ما داریم با یک سری انسانهای احساساتی صحبت میکنیم. شما ممکنه بگین که ببینیم، ما یه تبعیض منفی رو مثلا فرض کنیم ما تو آمریکا کمتر و کمتر کردیم، خب الان تو تاریخ آمریکا از همیشه کمتر شده، خب هنوز خیلی هست ولی از قبلا خیلی کمتر شده، خب الان ممکنه نظر شما ببینید چه با کسایی که تبعیض منفی اصلا خیلی کم توشونه یا اصلا نیست،
با شروع تبعیض مثبت نفرت برای شروع بکنیم، یعنی برای این گروه هایی که ما میخوایم ازشون مراقبت بکنیم، یه سری، حالا نمیگم این منطقیه ولی از از احساسی، خب مثلا شما فرض کنید یه سری آدمای آبی پوست داریم یا آدمای بنفش پوست. خب آدمای بنفش پوست همیشه عقب بودن، آدمای آبی پوست جلو بودن. خب ما میخوایم آدمای بنفش برابری بین اینا به وجود بیاریم. خب ما اگه به یه جایی رسیدیم که مثلا تبعیض اینا کمتر شده، ما اگه به جای اینکه بیایم چیزایی که جلوی راه آدمای بنفش هست، به جای اینکه اینا رو بیایم برداریم، بیایم آدمای آبی پوست رو جلوشون رو بگیریم، به جای اینکه مثلا یه کاری کنیم که راههایی که بسته شده برای آدمای بنفش پوست اونا رو برداریم، چیزایی که جلوی پاشونه. خب بعضی میگه شما به جای اینکه کار بکنین، شما دارین میزنین تو سر آدمای آبی پوست که اینا یه بقا بیفتن عقب که آدمای بنفش پوست برسن به آدمای آبی پوست، و این کار به نظر ممکنه برسه که خب این خوبه، بالاخره برای اینا برابر میشه، در صورتی که این باعث میشه که این نفرتی که ما تونستیم آدمای آبی پوست داشتن از آدمای بنفش پوست تو این 100 سال گذشته کمتر و کمتر شده، این کار شما باعث میشه که خیلی آدمای آبی پوست دوباره شروع کنن، بعدش میاد از آدمای بنفش پوست، برای اینکه احساس کنن داره علیهشون تبعیض قائل میشه، بگن که اون نفرتی که دیگه وجود نداشت الان داره برمیگرده، بگن این من دقیقاً شما، ما میخوایم یه جامعه درست بکنیم که رنگ پوستمون هیچ اهمیتی نداره، در صورتی که من یک سری قابلیت هایی دارم، یه سری سکیل، چه میگه سکیل چه میشه فارسی، یادم رفت، یک مهارت هایی دارم و این شخص بنفش پوست دقیقاً اندازه من داره، ولی شما میگین که من این کار نباید بگیرم، این باید بگیره، بر خاطر اینکه تو طول تاریخ کسایی که انسسار اجدواباد چی میگن؟ کسایی که پدران من، پدر و پدر بزرگان ما یه غلطی کردن با علیه این آدمای بنفش پوس که هیچ ربطی با من نداشت، من هیچ کاری نکردم علیه اینا، اون نسلای قبلی این کارو کردن، ولی الان شما دارین میگین من با اینکه من رفتم درس خوندم، رفتم کار کردم، تمام چیزایی که باید بدونم و گرفتم که این کار باید برای من باشه، الان دارین این کارو میدین به یه نفر دیگه به خاطر رنگ پوستش، دارین میدین به یه کار یه نفر دیگه به خاطر کارایی که یعنی نسلای گذشته کسایی که رنگ پوست شما من بوده کردن، این ربطی با من نداره، تقصیر من نبوده، من این کارو نکردم، شما این کارو دارین از من میگیرین، دارین علیه من تبعیض قرار میشین به خاطر اینکه یک چیزی رو مساوی بکنین که من این غیر برابری رو، من باعث نشدم این غیر برابری وجود بیاد، الان شما منو دارین مجازات میکنین به خاطر کاری که من اصلا انجام ندادم، و ممکنه این باعث بشه که اصلا من شروع کنم اصلا بدم بیاد از این آدمای بنفش پوست. من چرا اینجوری گفتم؟ من نباید این واقعا چرا این کلمه سخت انتخاب، چرا بنفش می اومدیم من... دو رنگ راحت تر میگفتم. آره من باید یه چیزی دیگه میگفتم. خب ببین، یه بخشی از این مسئله برمیگرده به اینکه ما فرد نیستیم بلکه جامعه ای. این نوع نگاهی که گفتی برمیگرده به اینکه آدم‌ها خودشون رو فرد می‌بینن فقط، اما ما به خاطر اینکه جامعه در مجموع بهتری داشته باشیم خیلی وقتا مجبوریم مصالحه کنیم، یعنی آره شاید یه بخشی از حقوقمون رو از دست بدیم، اما این برای اینه که چطور بگم، اون حتی اینجوری نگاه کن، ببین سفیدپوستای توی کالیفرنیا الان دارن تعداد زیادی بی خانمان میبینن که توی خیابونهاشون هست و خودشون هم دارن از این صحنه آسیب میبینن و درصد بزرگی از این بی خانمانها رو رنگین پوستا تشکیل میدن. حالا اگر که اینها میخوان که توی 10 سال آینده تعداد رنگین پوستها، در واقع تعداد بی خانمانها که اکثریتشون رنگین پوسته، کاهش پیدا بکنه که در نهایت به نفع خودشون هم هست، مجبورن الان یک سری مصالحه انجام بدن. یعنی ما مجبور هستیم یه سری حقوق، این مسیجایی که این پایین میاد بعدیشون خیلی بانمک، من خندم میگیره، رشته خراب میره، ما مجبور هستیم که یک مقدار مصالحه بکنیم،
اون هم بازم اینو باید در نظر بگیریم که ما جامعه مزیت دار خیلی هم چیزی از دست نمیدیم، فقط در واقع داریم بخشی از مزیت هامون رو صفر میکنیم و یه مقدار کوچولویی بیشتر رو از دست میدیم. یعنی چیزی که ما از دست میدیم نسبت به چیزی که اونها طی نسل ها از دست دادن خیلی ناچیزه، پس در نتیجه واقعا قابل پذیرشه آخه اونها برای وقتی شما greater میگین good. اونها به توی نسل ها، کسایی که مثلا سفید پوستن رو تو امریکا میگن، اونهایی که شما میگین که من نبودم، اونهایی که شما میگین مردن. آره ولی بچه شما های اونها دیگه حسابن. ببین همون آره. هم واسه همین کالیفرنیا رو مثال زدم که اگر مثلا اون مرد سفید پوست یا زن سفید پوستی که میگه من ویژگی برابر با مرد یا زن سیاه پوست داشتم، ولی اون زن سیاه پوست یا مرد سیاه پوست استخدام شد، بخواد در نهایت به آینده بهتر جامعهش فکر بکنه، درسته که شانس استخدام توی یک شرکت رو از دست داد، اما شانسش صفر نشده، استخدام دیگه برای اون وجود داره در نهایت. ولی این باعث میشه که 10 سال دیگه جامعه سالمتری داشته باشه که خودش که الان مصالحه کرد و یه از خودگذشتگی کرد، 10 سال دیگه از مزایای اون جامعه بهتر استفاده کنه. البته این تاثیر اینا رو احتمالاً 10 سال دیگه نخواهد بود، 50 سال، 100 سال دیگه خواهد بود، یعنی موقعی بود که این شخص خواهد مرد. مثال میزنم بخواد ببین یه بخشایش تو همون مسئله همین مسئله اشتغال و کاهش بیخانمانی توی همون 10 سال هم جواب میده. درسته بعضی از بخشاش حتی ممکنه چندین نسل طول بکشه تا جواب بده، یعنی حتی باید همین باید خود اشتغال. گذشتگی بکنه برای کسایی که اصلا برای خود، برای نسل های آینده، برای آخه بین چیزی که این شما نهایتا میگین کاری که همه ما میکنیم مگه نیست؟ ما میگیم آره ولی محیط زیست رو حفظ کنیم به خاطر نسل های آینده، وگرنه بیا برو توی جنگلا آره همشون آتیش بزن، من که میخوام نه 50 سال دیگه درسته درسته، ولی خب بالاخره هر کسی به فکر خانواده خودشه الان، به فکر، یعنی بالاخره به نظر، یعنی به نظر این شخص خیلی غیر انصاف نمیرسه که داره مجازات میشه به خاطر کاری که هیچ وقت خودش همین مسئولش مسئله نبوده. همینه آرمین جان، نه مجازات شما نمیشه. نه شما میگین ببین یه جامعه 10 نفره رو در نظر بگیر، 10 تا آدم هستن، 5 تاشون سفید پوستن و 5 تاشون سیاه پوستن، تحصیلاتشون برابره تا مثلا یه زمان مشخصی قبل سفید پوست مزیت داشت برای استخدام، سفید پوسته استخدام میشد. الان داریم میگیم اینا با هم برابرن، اما یک مقداری سیاه پوسته اولویت داره. خب چرا حالا این اولویت؟ آیا ممکن نیست که این باعث بشه که تبعیض منفی هم بیشتر بشه؟ یعنی حالا شما فرض کنید که این سفید پوست، حالا بگین البته خیلی از این سفید پوست ها میگن ببینید شما این یه ذره کمتر نمیشه، بالاخره خیلی از سفید پوست ها هم فقیرن مثلا تو آمریکا، خب و احساس میکنن که با اینکه فقیرن میگن که خب شما فقیرین ولی سفید پوستین، برای همین باید فقیریتون رو تحمل بکنین چون فقیر و سیاه پوست نیستین. حداقل با اینا فکر میکنن که بابا منم فقیرم، منم کمک لازم دارم، ولی شما میگین که نه تو برو عقب، تو باید هم فقیر باشی هم سیاه پوست باشی تا کمکت کنیم. خب ولی حالا بگیم که این به حق باشه به حق نباشه، ببینید من دارم، من نمیگم این حرفو درسته، خیلی کسی اینا رو کلیپ نکنه بگه این حرف من دارم حرفای راستیا رو میزنم، نمیدونم این درسته یا درست نیست، خب من دارم نظراتشون رو خوب گوش کردم الان دارم میگم. خب خیلی ها ممکنه بگن که حالا شما فرض کنید این کسایی که مثلا مرد زن، مرد سفید پوست یا استریت و سیس ها این حرفا که میزنن اصلا به درست نباشه، خب به حقم نباشه، یعنی اینو باید تحمل بگین شما باید، درسته که باید تحمل کنن، ولی خب این احساسی که میکنن که داره علیهشون غیر انصافانه رفتار میشه ممکنه باعث بشه این هدف شما که به یه جامعه برسیم که مثلا رنگ پوست مطرح نباشه، چون این احساس رو دارن میکنن که داره علیهشون ظلم میشه، به اون جامعه که شما میخواییم برسیم نرسیم. حالا شما فرض کنیم بگین که نه ما باید تبعیض مثبت بکنیم که یه به یه جامعه برسیم که رنگ پوست مطرح نباشه، ممکنه این تبعیض مثبت شما باعث بشه که مثلا سفید پوست ها اصلا بیشتر از سیاه پوست ها بعدشون بیاد و باعث بشه که هم تبعیض مثبت زیاد بشه، همین تبعیض مثبت باعث بشه که هم تبعیض منفی هم برگرده و بیشتر هم بشه. بعضی ها میگن تاثیرش این خواهد بود. اینجا دو تا مسئله نقش بازی میکنه، یکی قانون که باید پیشگیری بکنه از برگشتن تبعیض منفی،
و دومیش که حتی مهمترم هست، بخش الیت یا روشنفکر جامعه است که وظیفه داره انقدر راجع به این مسئله حرف بزنه، انقدر راجع به این مسئله متریال تولید بکنه که باز هم تاکید میکنم اون گفتمان راست افراطی شنونده نداشته باشه. یعنی ما به عنوان انسان میتونیم در واقع بیشتر از نوک دماغمون رو ببینیم، بیشتر از امروز و فردامون رو ببینیم. ما یعنی اون بخش الیت جامعه، حالا تو هر جامعه‌ای که هست، باید این رو واسه اون انسان انقدر بگه و تکرار بکنه و توی سیستم آموزشی این رو وارد بکنه که من به عنوان فرد اونقدر در واقع باید تأثیرم توی جامعه بزرگتر ببینم. گاهی وقتا واسه یه آینده جامعه بزرگتر که ممکنه اون آینده شامل بچه های خودم هم بشه، نوه های خودم هم بشه، لازم یه مقدار از خودگذشتگی بکنم. ما این رو توی مسائل دیگه داریم آموزش میدیم، توی مسئله محیط زیست داریم آموزش میدیم. به بچه ها میگیم که مثلا پلاستیک تو دریا نریزید، چون این برای دو نسل سه نسل آینده خودتون خطرناک میشه، موجودات زنده رو از بین میبره. پس ما میتونیم بهشون هم بگیم که ما اگر یک مقدار الان بیایم این تبعیض مثبت رو انجام بدیم، برای آینده خودتون بهتره. اگر این مسئله رو بتونیم نهادینه بکنیم توی ذهن اون بچه ها و مصالحه و سازش بشه بخشی از فرهنگ، نه رقابت فردی، اون وقتی که اصلا این مسئله ترس از تبعیض، برگشتن تبعیض منفی به وجود نمیاد. بخش یه کسی تو لایو چت میپرسه این موضوع چه ربطی با ایران داره؟ مگه ما تبعیض با رنگ پوست داریم؟ ببین فرقی نداره، تبعیض تبعیض، بعضی موقع رنگ پوست، بعضی موقع نژاد، بعضی موقع ها جنسیت، بعضی موقع اینا. این دلیلی که مثلا ما الان میتونیم به آمریکای شمالی و اروپای غربی نگاه کنیم، برای اینکه این بحثا حالا سر تبعیض، حالا سر هر چیزی که باشه، یه مقدار خیلی با آزادی بیان بیشتری صحبت شده. برای همین ما میتونیم نگاه کنیم که این بحثا به کجا کشیده شده تو این کشورها، که اگه بخوایم مثلا توی کشوری مثلا ایران ببینیم که به کجا میخوایم برسیم، این بحثایی که حتما تو آینده بحثای ایران خواهد شد، ما میتونیم ازش استفاده کنیم که ببینیم که مثلا تو ایران اگه تبعیض علیه کردها هست، علیه عربا هست، علیه ترکا هست، این بحث رو از همون از قبل زده باشیم که آمادگیش داشته باشیم. شما نگاه کنیم مثلا توی هند تبعیض بیشتر بر رنگ پوست نیست، تبعیض بر اساس کست هست، بر کست به فارسی نمیدونم چی میشه، کستی هست که گروه های مختلف هستن، ربط خیلی زیادی به رنگ پوست نداره. البته اونم رنگ پوست براش مهم، ولی همین بحثی که مثلا تو آمریکا و اروپا غربی داره زده میشه در برای این بحثا بین سیاه پوست و سفید پوست، دقیقا شبیه همونو توی هند داریم میبینیم، داره برای کست بالا و کست پایین داره صحبت میشه، یا تو اسرائیل داریم میبینیم بین یهودا و عربا صحبت میشه. یعنی موضوع این بحث همه جا به یه وقتی که تکامل پیدا کنه، این بحثا همیشه به یه جا میرسه، خیلی فرقی نداره که تو کدوم کشور باشه.